سلام خدا رایم لطفی هستم در خدمت شما این دو آموزش dotnet core توی قسمت قبلی ما در مورد را صحبت کردیم توی این قسمت یه سری نکات دیگر رو از میدل‌وی میگیم دقیقاً فرمایید گفتیم که میدل‌وی رو توی استارت میتونیم اضافه کنیم و یه میدل‌وی هم نوشتیم که سایت مثلا بعد از ساعت 4 به بعد دیگه هیچ ریکوستی جواب نده من این رو کامنت میکنم چون به صورت ران اضافهش کردیم و گفتیم که فاینال استیت و اجازه نمیده میده بعدی اجرا خب میام چیکار میکنیم در به یک حالت دیگه اضافه کردن یه میدل ویت یوز هستش async یک بدنش رو به صورت لامدا اکسپرشن اضافه میکنم و اینجا میایم خب گفتیم هر میدل یک کانتکست باید حتما داشته باشه یه در میتونه داشته باشه یا نه نکست فقط ران میتونه نداشته باشه چون فاینال استیته ولی اگه از استفاده کنیم باید حتما نکست رو داشته باشه اویت میکنم من next این یعنی در از میگم که برو به میدل ویر بعدی ولی میتونم اینجا شرط بزنم زمانی که دوست داشتم بره به میدل بعدی اگه مثلا شرط من برقرار نبود نره به میده بعدی ریکوست اصلا جواب داده نشه مثلا اگر اون کانتکست هم که دیگه دستم هستش یعنی به تمام مشخصات ریکوست دسترسی دارم دات مثلا کوئری حالا به صورت کوئری استرینگ اگه شامل این کلید بود مثلا یه یوزر نیم اگه داخلش بود اجازه نده بده به مثلا ریکوست بعدی در غیر این صورت بیاد توی ریکوست بعدی اینجا اگه من بخوام مثلا ریکوست همینجا قطع کنم میگم که context down context response در فرمای ریسپانسش حالا به این صورت نو no. شما دسترسی مثلا ندارید این مسیج اینجوری به کاربر بده در اصل یعنی اینکه زمانی که ریکوست اومد شامل یک کوئری استرینگ به اسم یوزر نیم باشه اینو بهش جواب بده و دیگه نظر وارد وبسایت بشه در غیر صورت این رو بتونه بهش جواب داده من این ران میکنم که ریزالت رو ببینیم خب دولت بفرمایید الان چون من هیچ پارامتری به اسم یوزر نیم و کوئری استرینگ ندارم اجازه میدی به راکل این وبسایت ولی اگه من یه دونه پارامتری بودی به اسم یوزر نیم ارسال کنم یه دوری مثلا اسمش علی باشیه الان نو no رو به من نشون میده چون داخل اون به بیره رفته و اجازه نمیده که کوئری اجرا بشه خب من استوب میکنم الان دقت کنید ما این رو میتونیم داخل یک کلاس هم بنویسیم که داخل استارت رو نباشه که یه درتی کود به وجود بیاد برای این کار یه راست کلیک میکنم در اطفال خود دات نت میتونه یک استرکشل می رو به همون بده حالا من اینجا می دلوی رو میزنم در اطفال یه دیگه تست می دازم رو تست می دلوی. ها این تست میدل وید اینجا استرکشلی که برای اون میدل هم هستش یکی اینکه ریکوست دیلیگیت برای نیکست داری یعنی میتونه به ریکوست بعدی ارسال بشه میدل بعدی ارسال بشه و اینجا هم که کانتکس رو داریم همون استارت رو که اینجا دیدیم من کپی میکنم این کاتش میکنم میارم و اینجا قرار میدم اینجا HTTP کانتکس هستش که من اسمش حالا گذاشتم اینجا اینم دیگه نمیخوایم همین خطه یعنی برو توی ریکوست بعدی میره تو میدل بعدی و ریکوست رو هم براش ارسال میکنه این اویت هم که میگه مثلا این باشه ای سینک که میتونه اینجا قرار بیده. اینجا رو که بده اون تسکه دقت کنید میگه که این تسکه ای که هستش می‌تونه یه تسک برگرد که اجازه بده اون ریکوست من اجرا بشه خب دقت کنید الان من کل اون میدل بیر رو خارج کلاس میتونم اینجوری اونجا اضافهش کنم بگم که دیگه این رو نمیخوایم من این رو کامنت میکنم داشته باشید کاش کل کدش رو کامنت میکردم که داشته باشید یه کنترل زد میزنم این رو کامنت میکنم البته تو ویب سوکت تمام این کارش با همین یوزر و از اون استفاده کرده. میم چیکار میکنم میگم که اپ دات یوز میدل اما میگم این میدل رو اضافه کن تست میدل خب الان میدل هم اینجا اضافه رو و همون کار رو انجام میده. اما یک چیزی که اینجا هست نکته‌ای ای که من این کامنت می کنم دقت کنید کلاسی که برای اون اضافه کرده دو سه این قسمت رو داره یه قسمت پایین تر هم داره یک کلاس دیگه اضافه کرده یه اکستنشن متوده در اصل که میگه به جای اینکه اون میدل رو بخوای کال کنی بیا از این استفاده کن یوز تست میدل یعنی مثل همه میدل وی های دیگه که اضافه شده ما میتونیم از این استفاده کنیم این extension method که در اون اپلیکیشن بیلدر رو میگیره و اون کاری که ما انجام میدیم یوز میدل رو آورده اینجا نوشته و خیلی کار مرتبی انجام داده اپ دات یوز یا بفرمایید یوز تست میدل ویل چیزی که شبیه به همه میدل ویل دیگه ای که ما داریم به اینجا اضافه شده مثلا این یوز سشن در واقع یه مدلی داره یا یوز راوتینگ در واقع یک استراکچر مدلی داره یوز استاتیک که یه میدل ویل میده به میدل بعدی و استفاده میشه پس ما الان در واقع این مدلی براش نوشتیم من یه ران میکنم خب در حد فرمایید حالا من همون حالتی اینجا داشتیم و یه دوره کوری سرینگ انستال میکنم همون نو اکسیز رو به ریزالت میده اگه نه کار وبسایت رو انجام بده یعنی می میده به درستی می کار پس از تابع یوز میتونیم ما برای اضافه کردن میدین که بتونه بره به میدین بعدی استفاده کنیم. یه موضوعی که هستش دقت میفرمایید بعضی ها میان برای اینکه ارور رو بنویسن کل این ریکوست رو میان داخل یه ترای می نویسن برای اینکه خطا رو کنترل کنن و از یه میدل ویر به ترای رد میشه این کار بسیار بدیه چون تمام ریکوست ها رو تو میای از بلوک ترای رد میکنی حالا اصلا کلم بلوک ترای بلوک بسیار بدی هستش که ما استفاده کنیم ما خیلی به ندرت باید از اون استفاده کنیم نه اینجا که تمام ریکوست های وبسایت از اون بلاک رد بشن چون پردازش معمولی رو ما داریم با پردازش خطا داره قاطی میکنیم پس این کار رو نکنید و ارور هندلر یک کار دیگه هستش و روش های خودش رو داره که انشالله فرصت کنیم نبوده صحبت خب پس اینم از حالا میدل وید که اینجا داشتیم من یه سیو میکنم و رد میشم از این یا حالتی دیگه برای میدل وی رو داریم که از مپ استفاده کنیم دقت کنید ما الان روشی که گفتیم یکی ران بوده یکی یوز بوده و یکی هم اینجا اپ داد مپ هستش مپ بر اساس یک یو ال اون کار رو انجام میده اون حالا کالکشنی از میدل رو, رو میتونی اجرا کنه مثلا هوم من میگم زمانی که هو رو داشتیم توی روبوتا و مسیده بیا و این کار رو انجام بده یه اکشنش رو میشه اگه اون آنها ایتریسنسش رو که میلیدید باداش من دارم میمیسم یه دونه آی اپلیکیشن بیلدر داره میگیره آی اپلیکیشن بیلدر چی هستش؟ همین اپی اینجا میاد و این رو دسترسی داره که من میتونم به همین میتونم یه ای از رو داخل, داخل میدیاد دقت کنید. اینجا مثلا یک بیلدر در دارم و میتونم این بیلدر رو من اینجوری بنویسم که حالا بیلدر دیگه من میتونم یه مجموعه دوباره از یوز استفاده کنم یا مثلا از ران استفاده کنم بیلدر دات مثلا ران و از اون مورد ها من میتونم 10 تا 20 تا حالا هر اندازه که دوست دارم از میدل را استفاده کنم پس مپ رو ما میتونیم یه مجموعی از میدل را رو داشته باشیم بگیم اگر این یوارل به این سمت اومد از این میدل را استفاده کن اگر از این سمت اومد مثلا از یک حالتی دیگه یا اینکه یک حالتی دیگه داریم اپ مثلا دارت مپ و بگه زمانی که یک شرط داشته باشیم اگه اون شرط ترو بود فایر بود شما بیا و این میدل به ایران رو اجرا کن اگه خب دقت کنید توی اون حالا ورودیش میگه که یه دونه فانک داره که یه کانتکس میگیره و یه خروجی بولیان و حالا من میتونم اینجوری و اصلا بریسمش بگم کانتکس و اینجا این کانتکس هم که ورودی مونو میسازه میتونه یه من یه لیتر بریسم اینجا زمانی که اون کانتکس داره دات مثلا ریکوستی که اومده بود ریاش داد مثلا کانتینز همون کلیدی که داشتیم یوزر نیم زمانی که شامل این پارامتر بود شما بیا مثلا این کار رو انجام بده حالا این هم میتونیم یه بیلدر باشه یه بیلدر و به راحتی اینجا اون کارش رو انجام بده مثل بالایی ولی فقط یه شرط رو اینجا داره حالا بیلدر شما میتونید دوباره میدل ویره خودمون رو عد کنیم از یوز و رام استفاده کنیم و این میدل ویره رو عد کنیم و استفاده کنیم پس حالا من یه بار دیگه میدر رو کاملا میگم ما یه ران داشتیم که فاینال استیت نمیتونست به میدر ویره بعدیش پاس بده همونجا ریگوست باید فاینال استیتش رو جواب داده میشد که اینجا مثالش رو زدیم مثلا وبسایت 24 به بعد جواب داده نشه هیچ ریکوستی جواب داده نشه یک حالت دیگه داشتیم که از یوز بود حالا این میتونست اون میدل اضافه کنیم و اگه میتونست اون رو پاس بده به میده لیر بعدی با نکس ایسینگ و اون رو داخل داره کلاس هم گفتیم چجوری استفاده میشه یه حالت دیگه بر اساس اون یو آر هستش که ما میتونیم بگیم اگه این یو بود مثلا این کار رو انجام بده یا یه حالت دیگه داریم که ون زمانی که یه شرطی برقرار باشه و با یه بولین میگرفت با یه دونه بیلدر که میتونه یه مجموعه ای از میدل ویر ها را اجرا کنه در مپ و ون میتونه مجموعه از میدل ویرها اونجا بتونه هندل کنه و ازشون استفاده کنه پس این حالت هایی که دراتون یه نکته یه اینجا زمانی که داره زیر شاره یه خط میکشه داره یه آلارمی میده به امون ریشارپر میگه که میتونه شما این رو به صورت حالا تو اکسپرشن لامدا بنویسید یعنی بدنه نداشته باشی یعنی من این رو پاک کنم دقت بالا این رو هم پاک کنم به صورت لامدا اکسپرشن رو بریم بنویسم دیگه بدنه چون یه دستوری میگه میتونه یه بدنه نداشته باشه زمانی هم که اینا کم رنگن اون پرانتزا یعنی لازم نیست داشته باشن میتونم اینجا ریموف کنم و پرانتزا حالا سینتکس ها اون یکم بهتر میشه به گفتم ولی اینکه اینا هم پاک کنه تو قسمت قبلی گفتم ALT تو بگیر با اینتر یه دون اینتر بزن همون رو براتون اعمال میکنه یه کنترل کادی میگیرم و این از بحث میدل که میتونه اینجا قرار بگیر و استفاده من این را هم کامنت میکنم که توی اجرایی برای میدل ویرا کاری انجام نده و فقط یکی یکی میتونه شما باز کنید و ببینید